بسم الله الرحمن الرحیم به نام او آغاز می کنیم که نقطه آغازین هرچه خوب است سلام علیکم وقت گرانقدر شما عزیزان خیر باشه جرو سهدمند باشین و خوشحال هستیم که امشب هم فرصت کردید تا با برنامه های تلویزیون جهانی هادی و به وقت بیداری همراه باشید بسیار تشکر میکنیم از بازخورد های شما بزرگواران از واکنش هایتان در فضای مجازی نسبت به برنامه های این تلویزیون جهانی و به وقت بیداری چهارشنبه شب دیگر فرا رسید و با همراهی شما بزرگواران و حضور ارزشمند جناب استاد دکتر فیاضی موضوع زیست مؤمنانه را پی میگیریم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب های ناصری و همکاران گرامی شما عرض ادب میکنم خدمت بینندگان محترم و ارجمنده که پیگیر و دنبال کننده سلسله برنامه های معرفتی به وقت بیداری و مخصوصا این برنامه زیست مؤمنانه هستند خوشحالم که خداوند توفیق رو داد تا در یک برنامه دیگه در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم باشم در خدمت شما هستن. سلامت باشین استاد بسیار خوش آمدین ما از طرف عزیزان همراه که بالاخره منازل خودشانی برنامه رو دریافت میکنن همراهی کنند هستند هم از شما تشکر میکنیم موضوع موضوع بسیار جذاب هست زیست مؤمنانه هرچند که هفته قبل ما افتخار نداشتیم تا این برنامه را در حضورشان تقدیمشان کنیم ولی امشب میخوایم که این موضوع رو پی بگیریم قبل از هر چیز من اشاره بکنم به اتفاقات اخیری که متاسفانه ناگوار هم هست در وطن عزیزمان که بالاخره باز هم تکرار شد در دو سه روز قبل و شب گذشته و بسیار از عزیزان باز هم بالاخره دوچار آسیب شدن بسیاریش شب رو در بیرون از خود منازل خودشان بسر کردن و بسیار هم در هوای سرد سخت هست استاد و همچنین اتفاقات بدی دیگری که در کشور فلسطین بالاخره در حال رخ دادن هست عزیزانی که بر بر اثر این اتفاقات اخیر عزیزانشان از دست دادن شهید دادن و اتفاق بسیار ناگوار هست میخوایم که یک اشاره هم داشته باشیم و بفرمایید ان شاء الله بله لازم و شایست است جناب آقای ناصری که من هم دمی ابتدای برنامه باز هم مجدد عرض تسلیت و تعذیت داشته باشم جان باختن شهادت گونه تعداد زیاد از هموطنان ما که تایی این حدود 20-25 روز در این زلزله های مستمر رو پشت سر هم جان خود از دست دادن و همچنین همدردی داشته باشیم با او هموطنان عزیزی که خانه و کاشانه و بالاخره منزل خود از دست دادن و عرض تسلیت داشته باشم خدمت جهان اسلامی که واقعا امروزه سوگوار این مسئله دردناک فلسطین هستند و پاره تن جهان اسلام و مسلمان ها بالاخره در فلسطین و در غزه تعداد زیادی به شهادت رسیدند و بالاخره عزادار شدند حقیقتا زیست مؤمنان وقتی سخن میگوییم و از زیست مؤمنان بحث میکنیم شایسته است که ما بالاخره بیاییم در زندگی خود ما و در زندگی اجتماعی ما و در زندگی فردی ما بتوانیم این آداب و این قوانین زیست مؤمنانه را پیاده بکنیم بحث ما در دو هفته پیش به اینجا رسید که بررسی کنیم زیست نقش زیست مؤمنانه رو در زندگی اجتماعی چون با توجه به این حوادثی که در کشور ما و در جهان اسلام روی داده است حقیقتا جا دارد که ما در زمینه نقش زیست مؤمنانه در زندگی اجتماعی بیشتر سخن بگوییم من پیش از اینکه تکمیل کرده باشم این مطلب رو او روایتی که یک مقداری از او روایت در برنامه دو هفته پیش باقی من خدمت شما و محضر بینندگان محترم بخوانم این نکته رو اشاره بکنم در تعاملات اجتماعی امروز بر اساس زندگی مدنی و اجتماعی که امروزه در جامعه بشری است تعاملات رو بر اساس یک داد و ستد متقابل در نظر داره مثل این در نظر میگیرن که اگر شما با من ارتباط داشتی منم با شما ارتباط میگیرم شما اگر از احوال من جویا شدین منم از احوال شما جویا میشم امروزه این گونه است بالاخره در عرف اجتماعی و مدنی امروزه زندگی بشری این گونه است اگر شما یک روز بالاخره دست مرا گرفتی و کمک مرا را کردی من در زمانی که شما محتاج باشید دست شما را میگیرم اما که شما احوال مرا نگرفتی، یا شما در زمان نیاز و ضرورت دست من رو نگرفته و کمک نکردی منم من به احساس مسئولیتی نمی کنم بر اساس زندگی مدنی امروز که منم بالاخره احوال شما رو بگیرم کمک شما باشم یک نوع داده ستت یک نوع تعاملات بالاخره متقابل در نظر می کنم ارتباطات دو, دو, دو سوی است ده. در حالی که در زندگی اجتماعی بر اساس آموزه های دینی حق یک مسلمان بر یک مسلمان دیگر را تعبیر به حق دارد حق این است که هرچند از طرف مقابل به هر دلیلی اگه کوتاهی شود اما شما حق نداری این مسئولیت رو بالاخره نادیده بگیری یک مثال خیلی ساده ای خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم ما اگر از ارتباطات سطح خانوادگی ارتباطات بین خانواده و با پدر و مادر و برادر و خواهر و نزدیکا و اقربا و خیشاوندان در نظر بگیریم که در آموزه های دینی تحت عنوان سله رحم مطرح شده است حتی ممکن امروزه در بر اساس زندگی شهری و مدنی امروز در زندگی خانوادگی هم همین نگاه متقابل مطرح باشد در حالی که در آموزهای دینی تحت عنوان سله رحم یاد میکند سله رحم را اینگونه تاکید میکند حتی اگر طرف مقابل هم ارتباط رو با شما قطع کرد شما حق نداری رابطه خود را با او قطع بکنی به هر دلیلی به هر دلیلی برادر شما خواهر شما پدر و مادر رابطه خود را با شما قطع کرد جویای احوال شما نشد در زمان سختی ها و مشکلات دست شما را نگرفت اما در آموزه های دینی که تحت عنوان سله رحیم یا تحت عنوان حق از او یاد می شود شما حق نداری نمی توانید نادیده بگیری و ارتباط خود را قطع بکنی این تعبیر در روایات آمده است سل من قطعک اگر کسی حتی ارتباط سله رحیم را با شما قطع کرد شما باید وصل بکنی شما ارتباط بگیری با توجه به این نکته در آموزه های دینی ارتباطات اجتماعی تحت عنوان حق مطرح شده است حق این است که حتی اگر طرف مقابل شما کوتاهی کرد به عنوان یک مسئولیت این مسئولیت و این وظیفه از کردن شما برداشته شده نیست شما نباید کوتاهی بکنید از همین جهت است به هر دلیلی به هر دلیلی با توجه به این وضعیت که امروزه در وطن ما پیش آمده در جهان اسلام پیش آمده است ایر ما نگوییم بالاخره فلان کشور به مسئولیت خود عمل نکرد فلان شخص به مسئولیت خود عمل نکرد فلان ولایت و فلان مردم به مسئولیت خود عمل نکرد و کمک نکرد به زلزله زده ها کمک نکرد به فقرا کمک نکرد به نیازمندان جهان اسلام کمک نکرد کمک مادی نکرد کمک معنوی نکرد پس من هم کمک نمی کنم. من هم مسئولیت ندارم من هم وظیفه ندارم در آموزه های دینی چون تحت عنوان حق مطرح شده است اگر یک نفری دو نفری یک مجموعه به این مسئولیت عمل نکرد مسئولیت از عهده دیگران برداشته شده نیست, نیست. مسئولیت از عهده من برداشته شده نیست من در هر مقداری به هر مقداری می توانم با زبانم با بیانم کمک بکنم بالاخره صدای مظلومیت اونها رو برسانم باید این کار انجام بدم. توان مالی دارم کمک بکنم باید انجام بدهم توان بدنی دارم بالاخره باید انجام بدهم باید کمک رو دریغ نکنم لذاست در ادامه او روایتی که از زبان گوهربار امام صادق علیه السلام و یک دقیقه وقت دارم. بله من فقط مختصر اشاره بکنم در او روایت این گونه امام صادق علیه السلام و میفرمود که اگر مسلمانی بالاخره نیازی داشته باشه نیاز به کمک داشته باشد نیاز به یاری داشته باشد بر مسلمان دیگر تعبیر مسلمان بود بر مسلمان دیگر این است که با نفسش با مالش با زبانش با دستش و با قدمش باید دریغ نکند این خیلی معنای گسترده است که بالاخره اگر می به در اون مسیر قدمی برداریم قدمی برداریم می توانیم با زبان و بیان خود ما صدای اونها باشیم باید این کار انجام بدیم اگر می توانیم بالاخره با جان خود ما اونها رو کمک و یاری بکنیم باید این کار انجام بدیم اگر می توانیم با مال خود ما حمایت و یاری بکنیم نباید دریغ بکنیم حقیقتا این کلام امام صادق علیه السلام می تواند قانون زیست مؤمنانه الگوی زیست مؤمنانه رو برای جامعه ما برای مردم ما مخصوصا با توجه به وضعیت امروز جامعه ترسیم بکنه و پیش پای ما بگذاره و بتوانیم انشاءالله از این قانون ما استفاده بکنیم انشاءالله بسیار تشکر من فکر میکنم که عزیزانم شاید با بنده همقیده باشن که مقدمه ای که فرمودید بسیار هم مهم بود و در واقع باز هم ما باید فکر بکنیم که چه انگیزه داریم از حمایت من از افراد عزیزانی که آسیب دیدن رحمت شما خواهیم الله. همچنان با ما باشید به با وقت بیداری در های بعد هم تقدیم شما عزیزان خواهد شد تشکر میکنیم از همکاران عزیزمان میان برنامه بسیار کوتاه و زیبا تقدیم شما عزیزان شد پل ارتباطی برنامه که حتما یادتان هست وظیفه بنده این است که دوباره یادآوری کنم نمبر مثبت 964 780 255, در اختیار شما بزرگواران هست ارتباط ما کنیم و این ارتباط میتونه بسیار سازنده و راهگشا باشه و چراغ راهی باشه برای بنده و همکارانم برای تقدیم تهیه و تقدیم برنامه های هر روز بهتر از روز قبل در خدمت شما هستیم جناب استاد دکتر فیاضی عزیز و ادامه مبحث زیست مؤمنان بله در اون کلام ارزشمند و گوهربار امام صادق علیه السلام و سلام که تحت عنوان حق یک مسلمان بر مسلمان دیگر مطرح شده است در حدود هفت حق را امام صادق علیه السلام مطرح می کند من یک جمله از این کلام رو باز هم چون قبلا اشاره شده از خدمت شما و بینندگان محترم بخوانم و مطابق با نیازی که امروز جامعه ما داره و بالاخره وضعیتی که امروز جامعه ما داره تطبیق کرده باشم امام صادق علیه السلام و سلام می فرماید والحق الخامس ان لا تشبع و يجور ولا تروی و یزم ولا تلبس و یعرا یکی از حق یک مسلمان یه توجه داشته باشند بینندگان محترم ما که امام صادق حق مسلمان بر مسلمان میفرماید اختصاص به مذهب خاص نداره اختصاص به مکتب خاص نداره اختصاص به فرقه خاص نداره مسلمان به ما هو مسلمان از جمله حق مسلمان بر مسلمان دیگر این است که ان لا تشبع و یجوه نمی تواند یک مسلمان سیر بخوابد در حالی که برادر مسلمانش گرسنه است نمی تواند لا تروی و یزم او سیراب بخوابد در حالی که برادر مسلمانش تشنه است این خیلی وضعیت امروز جامعه ما را بالاخره می شود استفاده کرد که کاملا وضعیت امروز جامعه ما را امام بیان می فرماید. این وضعیت که امروز در کشور ما پیش آمدن در جهان اسلام پیش آمدن جهان اسلام نیاز کمک و همکاری آهاد و یکایک امت اسلامی است. یا وضعیت امروز که در کشور ما پیش آمدند، یکایک مردم ما و آهاد جامعه ما و هممتنان ما، شایسته از سروتمندان ما دست کمک و یاری دراز بکنه و این زده هایی که ماله. امروزه نیاز دارن به اینو کمک بکنه. فرماید از حق یک مسلمان این است که تو سیر نخوابی در حالی که برادر مسلمانت گرسنه نخوابیده است تو سیراب نباشی در حالی که برادر مسلمانت تشنه است و در ادامه می‌فرماید و ولا تلبس و یحرا تو لباس نو لباس آراسته نپوشی در حالی که برادر مسلمانت برهنه است لباس ندارد پشاک ندارد در هوای سرد پاییزی بالاخره زیر چادر زندگی میکنه زیر خیمه زندگی میکنه این و اونها یک وظیفه مسلمانی است این زیست مؤمنان است این الگوی زیست مؤمنان است که امام صادق حقیقتا در تمام طول تاریخ میتواند به عنوان یک الگو باشه به با عنوان یک سرلوحه باشه در تمام جامعه اسلامی ما می توانیم این رو به عنوان یک به یک تابلو بالاخره نصب کرد و همواره هر صبح و شب انسان به این کلام گهروار و زیبای امام صادق نگاه بکنه و از او دستور العمل بگیره از او الگو بگیره در ادامه امام صادق علیه السلام می فرماید از جمله حق مهم، مؤمن بر حق مسلمان بر برادر مسلمانش این است که اگر دعوت کرد دعوت او را اجابت بکنه یا اگر بیمار شد در وقت بیماری به ایادت او برود برادر مسلمانت از دنیا رفت وظیفه توی مسلمان این است که در تشیه جنازه او شرکت بکنی اگر برادر مسلمانت نیازمند بود ای این عین کلام امام صادق است برادر مسلمانت نیازمند بود پیش از اینکه او درخواستی بکنه تعبیر امام اینه. پیش از که او تقاضایی داشته باشه درخواستی داشته باشه تو باید پیشقدم قدم باشی پیشگام باشی رفع نیاز و رفع احتیاج از او بکنی چقدر ما به ای الگو و ای دستور العمل پایبندی نشان دادیم عمل کردیم جای تعمل درست واقعا واقعا بشینیم بالاخره به تعبیر امروزه که خیلی یک ضرب المثل و یک تعبیر عرفی و آمیانه خود مردم ماست کلاه خود ما رو قاضی قرار بده بله. بشینیم واقعا چشمه های خود ببندیم و فکر بکنیم چقدر ما به این درول عمل ها عمل کردیم حقیقتا آموزهای دین مقدس اسلام هلگوی زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و حتی سیاسی ما تعاملات بین ملت ها تعاملات حکومت رو برای ما بیان میکنه ما کمتر متاسفانه به این مسائل ما توجه داریم کمتر ما به این مسائل دقت داریم کمتر ما اینا رو مطالعه کردیم اگر ما بیاییم با این نگاه با نگاه این که ما یک زیست مؤمنانه را یک زیست اسلامی را یک زندگی اسلامی را ما از این متون روایی از این آموزه های اسلامی در بیاریم او رو به عنوان یک روش عنوان یک سبک برای جامعه مطرح بکنیم قطعا زندگی ما متفاوت از زندگی گذشته خواهد بود نگاه ما به زندگی متفاوت از گذشته خواهد بود امروزه اگر چند هزار نفر بالاخره در این رویداد زلزله در هرات از بین رفته است و جان خود را از دست داده است و ثواب شهادت را برده است یه وظیفه آهاد مردم ماست که دست نیازمندان دست اونهایی که آسیب دیده بگیره در این وضعیت کمک کار اونها باشه دستور العمل هم که از دستور العمل امام صادق علیه السلام و السلام است ما داریم اگر ما به این دستور العمل پایبندی نشان بدیم قطعا اون مقدار آسیب روحی و روانی که بر اون مردم زلزله زده وارد شده است خیلی کم می شود خیلی کم می شود تنها آسیبی که باقی میمانه عزیزان خود از دست دادن اما اگر ببینید در کنار او دیگر هموطنانش اما دست دست کمک راست کرده یاری می کند قطعا از نظر روحی و روانی تقویت می شود آسیب نمی بینه اما جایی این تعمل داره که ما بالاخره دقت بکنیم آیا واقعا به این مسئولیت خود ما عمل کردیم یا عمل نکردیم استاد تلویزیون تلویزیون جهانی هست و ما افتخار میکنیم که تلویزیون جهانی مذهبی در دنیا اسلام مشغول خدمت هستیم این روایت از امام صادق علیه السلام برای ما یک جنبه دستور عمل مذهبی از یک امام داره که مفترض از است ولی می به عنوان یک قانون کامل بشری برای همه افراد بشر در این دنیا استفاده شود که در مسئله قزه، در مسئله فلسطین، در مسئله زلزله افغانستان و بسیاری از مسائل و اتفاقات ناگوار دنیا می این برای همه بشریت چراغ راه باشه که چه رقم یک انسان می تواند در مقابل یک انسان آسیب دیده رفتار کنه چه رقم فکر کنه حمایت کنه بله بله همین است من در همون نکته اول اشاره کردم که حقیقتا یک تفاوت اساسی بین نگاه تعاملات اجتماعی از منظر آموزه های اسلامی با نگاه به تعاملات اجتماعی از منظر عرف مدنی و اجتماعی جهان بشریت امروز هست بله. عرف مدنی امروز به تعاملات اجتماعی یک نگاه معاملگونه داره. یک داد و داره. اما از نظر آموزه های اسلامی و آموزهای دینی تعاملات اجتماعی رو به عنوان حق مطرح میکنه. حق معنایش این است که بالاخره اگر یک طرفی به هر دلیل عمل نکرد مسئولیت از طرف مقابل برداشته شده نیست. مسئولیت او ساقط نمیشه بعد. اگر به هر دلیل یک نفری دو نفری یک طایفه دو ای یک کشوری به مسئولیت خود عمل نکرد مسئولیت بقیه کشورها برداشته شده نیست وظیفه اون هاست که به این دستور که حقیقتا دستور العمل اسلامی است و امروزه حقیقتا سبک زندگی اسلامی امروزه است باید عمل بکنه و در تعاملات اجتماعی خود در تعاملات خانوادگی در تعاملات حتی بین المللی خودش ایره الگوی خودش قرار بدهد و بر اساس ای تعاملات خود را انجام بده انشالله بله استاد حالا ما واقعا در این زمان باقمانده در این بخش یک سال از شما خواهیم پرسید که اگر فرصت نشود جوابش انشالله در بخش بعد از شما کامل انشالله میخواهیم که انشالله بیان بفرمایید نقش زیست مؤمنانه در سلامت جسم و بدن چه می میتونه باشه بله. یک سوالی هست که بالاخره در ذهن بسیار از عزیزان هست که آیا زیستی مؤمنانه که یک شاید به ظاهر روند روحانی و در واقع معنوی فرای معنوی و فرای جسم داره آیا در جسم و بدن ما هم تأثیری داره یا خیلی؟ بله حقیقتا زیست مؤمنان اختصاص به زندگی معنوی ما نداره یا اختصاص به تنها به روح و روان ما ندارد زیست مؤمنان بخش های از زیست مؤمنانه حتی می تواند تأمین کننده سلامت جسم و بدن ما هم باشد حقیقتا در این زمینه هم جا داره که بالاخره صحبت شود و بر اساس دستورالعمل هایی که ما در این زمینه داریم بیایم تطبیق بکنیم بله. که آیا زیست مؤمنانه چه تاثیراتی و چه نقش هایی در سلامت جسمی ما دارد در سلامت بدنی ما دارد من یکی دو مورد رو در این زمینه اشاره بکنم و اگر فرصت هم نباشه در قسمت بعدی تکمیل بکنم یکی از نقش هایی که زیست مؤمنانه در سلامت جسمی و بدنی ما دارد دین است که موجب کاهش استرس و استراب یا به تعبیر عرفی و آمیانه موجب کم شدن تشویش می شود این مسئله امروزه از نظر طبی و از نظر علم تجربی به اثبات رسید است که تشویش و استرس و استراب باعث می شود که بالاخره از نظر فکری و روحی بدن انسان بیمار شود هر که دوچار استرس بیشتر باشد بالاخره ممکن است بدن او هم آسیب پذیری بیشتری داره بله. این مسئله به اثبات رسیده است بالاخره هر کسی در این زمینه پیش اطباء و پزشکان مراجعه کرده تلاش میکند سفارش میکند که بالاخره اگر استرس داری استراب داری تشویش داری این از بین ببر زیاد فکر نکن غصه نخور که باعث بیماری میشه با. قلبت را مثلا از بیمار میکنه ممکنه بالاخره بقیه اعضای بدن بیمار بکنه اما یکی از نقش های اساسی که حقیقتاً زیست مؤمنانه برای سلامتی بدن ما و سلامتی جسم ما دارد این از وقت ما توجه داشته باشیم که پشتوانه ما یک قدرت نیرومند است که می تواند در همه موقعیت ها، در همه سختی ها، در همه گرفتاری ها و مشکلات دست ما رو بگیرد. در همه ای مشکلات دست ما رو بگیره پشتیبان ما باشد این باعث می شود که اون استرس و اون تشویش و استراب از بدن ما برداشته شود بله. اون فکر و تشویش رو ما نداشته باشیم وقتی فکر و تشویش و استراب از بدن ما برداشته شد ای خودش تضمین کننده سلامت ماست بله بسرد. جسم ما بدن ما سالم میماند و عامل این سلامت جسم ما عامل این سلامت بدن ما اون باور است که ما به یک قدرت مافوق طبیعی باور داریم و او را همواره پشتیبان خودمو در همه مشکلات و سختی ها میبینیم این به عنوان یک نمونه است بسیار عالی استاد ادامه بس در بخش بعد ان شاء الله همچنان با ما باشید در بخش سوم دقایق از برنامه باقی مانده که تقدیم نگاه مهربان شما میشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم <applause> تشکر از یکایک که شما همراهان عزیز تشکر از همکاران بسیار محترم و پرتلاشم و شما می توانید این برنامه در فضای مجازی هم علاوه بر این که دلیل از همراهی کننده ما هستید و در پخش های مجدد از تلویزیون جهانی هادی دریافت می کنید می توانید در فضای مجازی هم این برنامه ها را با سرچ موضوعی دریافت کنید از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب می توانید این برنامه را دوباره ببینید هایش انشالله یادداشت بفرمایید و عزیزان و همراهانی که دوست دارن این موضوع موضوع زیست مؤمنانه را دنبال کنن هم حتما پیشنهاد بدین با شما عزیزان هستیم و همچنان با زیست مؤمنانه و تاثیر زیست مؤمنانه در سلامت جسم و بدن بله اشاره کردم خدمت شما و بینندگان محترم که یکی از تاثیرات و نقش های زیست مؤمنانه این است که باعث سلامتی جسم و باعث سلامتی بدن ما می‌شود نمونه آن این بود که بالاخره باعث کاهش استرس و استراب و به اصطلاح آمیانه تشویش می‌شود ما خیلی داریم در آموزانی که وقت دچار تشویش شدید دوچار بالاخره فکر و غم و غصه شدید مشغول عبادت شوید مشغول نماز شوید مشغول تلاوت قرآن شوید مشغول دعا شوید به حرم های متحر مکان های زیارتی بروید شاید خیلی تجربه را بالاخره شما و بینندگان محترم ما دارن بله. در مکانهای زیارتی رفتن خیلی از غم و غصه داشتن این رو بارها خودش بیان کردن من رفتم مثلا به مشهد مقدس رفتم به کربلای معلا نجف اشرف زیارت کردم اون مزجع شریف ایمه معصومین را او تشویش و استرابه که داشتم کاملا برداشته شد او غم و غصه ای که داشتم از بین رفت این سیست مؤمنانه است یا بالاخره ما داریم در بعضی از روایات وقتی شما دوچار تشویش میشوید شوید دوچار غم و غصه میشوید میگوید این ذکر شریف را شما فراوان فراوان بخوانید ماشاءالله الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی حقیقتا به مضمون و معنای این جمله شما دقت بکنید یعنی هیچ قدرت و هیچ نیروی بالاتر از قوت و نیروی خداوند نیست بله. هر قوت و قدرتی ریشه او به قوت و قدرت خداوند میرسد پس من چرا تشویش داشته باشم چرا غم و غصه داشته باشم اگر به این ذکر توجه بکنیم اگر به معنای این ذکر توجه بکنیم چنانچه در روایات هم سفارش شده است که در هنگام غم و غصه و تشویش این ذکر را بخوانید اسباب این است که شما به اون قدرت غیبی شما یک توجه بکنید وقتی هم یک پشتوانه قوی مثل خدا پشتبانی شماست به او توکل میکنید پس چرا غم و غصه میخورید این باعث میشود که اون استرس و اون تشویش و استراب از بدن ما خارج شود این باعث سلامتی بدنی میشود باعث سلامتی جسمی میشود مسئله رو اشاره کردم که بالاخره از نظر علم تجربی و پزشکی به اثبات رسیده که تشویش و بالاخره استراب باعث بیماری انسان می شود. قلب انسان بیمار میکنه ممکنه بالاخره بقیه اعضا و جوارح انسان رو بیمار میکنه فشار خون و بقیه بالاخره بیماری های ممکنه دچار شود. اما یکی از عواملی که میتواند ما رو در برابر این خطر و در برابر این بیماری ایمن نگه بداره شیوه زیست مؤمنان است صحیح. توجه کردن به قوت و قدرتی که او پشتبان ما در همه مشکلات و سختی هاست یک خاطره یک از عزیزان تعریف میکرد میگفت من هر سال که به زیارت هربین زیارت آقای ما حسین علیه السلام و سلام مشرف میشم به محضی که وارد خاک عراق میشم انگار که هیچ مشکلی ندارم در زندگی بل. هیچ استرسی ندارم بل. هیچ قمی بل. ندارم بل. شاید در مشکلات کاری باشم مشکلات بده کاری باشم مالی بالاخره کسی را از دست داده باشم ولی همه که به این سفر پا میگذارم وارد کشور عراق میشم این مشکلات استرس ها فراموش میشه بلد. گم میشه و این من فکر میکنم یک جلوه از همین است کاملا همین است امروزه از نظر طب و پزشک سفارش میکند کسانی که دوچار غم و تشویش شده است به سیاحت و تفریح برود یا گای اگر سیاحت رفتن و تفریح رفتن جوابگو نباشد ممکن است بالاخره با دارو و با دوا و امثال باید. اینها بالاخره متوسل شود و تا او یک استراحتی داشته باشه یک آرامش خاطر پیدا بکنه اما اونایی که این تجربه معنوی رو دارن به زیارت رفتن مشغول عبادت شدن مشغول ارتباط و راز و نیاز با خداوند شدن از همه راهکارهای دیگری که امروزه بالاخره علم تجربی پیشنهاد میکند این راهکار قوی تر بود است اثر او برای از بین رفتن اون تشویش برای از بین رفتن اون غم و غصه تاثیر او بیشتر بود است یک مورد است بله. مورد دیگر از اثرات و نقش بالاخره زیست مؤمنانه در سلامت جسم و سلامت بدن اشاره بکنم اینه که در زیست مؤمنانه انسان رو تشویق به رفتارهای سالم میکند من به عنوان مثال خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم ما در آموزه های دینی فراوان داریم از مصرف بعضی از مشروبات الکلی نهی شده است از مصرف بالاخره دخانیات و امثال اینها نهی شده است از مصرف مواد مخدر نی شده است یا اینکه بالاخره روابط زناشویی را سفارش شده است از مسیر شرعی بالاخره زن شوهری باشد روابط ناسالم را معنی کرده است در دین مقدس اسلام امروزه به اثبات رسید است تمام این رفتارهای ناسالم باعث بیماری است مصرف مشروبات الکلی باعث بیماری و بالاخره مریضی بدن است مریضی جسم است مصرف دخانیات مصرف مواد مخدر باعث از بین رفتن سلامتی بدن ماست روابط ناسالم زناشویی باعث ناسالم شدن بدن ماست باعث بالاخره در خطر انداختن اون سلامت جسم و بدن ماست استاد اینا همه که از لحاظ اسلام غیر مجاز هست و واقعا ما اجازه نداریم دست بزنیم حتی چیزهایی که مجاز هست مثل قضا خوردن بله. مثلا پرخوری و خوردن قضا بیش از حد اینها باعث ما به با عنوان مثال بله. عرض کردم به بله. عنوان مثال این که آمده است بالاخره در دین مقدس اسلام در آموزه های دینی یا به تعبیری در زیست مؤمنان سفارش شده است که بالاخره چه کارهایی انجام بده چه بله. کارهایی انجام ندید چه غذاهایی مصرف بکنید چه غذاهای مصرف نکنید چه گوشتهایی را بخورید و چه گوشتهایی را مصرف نکنید, نکنید در روابط بالاخر زن و شوهری چه مسیری را حرکت بکنید چه مسیری را شما انجام ندید یه همه اینها نشانگر این است که زیست مؤمنانه میتواند تضمین کننده سلامت جسم و جان ما باشد جسم و بدن ما باشد کسی اگر به این دستور العمل ها عمل نکند پایبندی نشان ندهد اثر اول و پیامد اولش این است که جسم او بیمار می شود بدن او بالاخره در معرض خطر قرار می مصرف این مواد غذایی که برای بدن او بالاخره مضر است مصرف دخانیات و مواد مخدری که در برای بدن او مضر است کاملا در دین مقدس اسلام نهی شده است مرش شده است این زیست مؤمنانه است زیست مؤمنانه به معنای این است که هم بالاخره ارتباطات و تعاملات ما را تحت پوشش قرار میدهد الگو برای او بیان میکند هم در کیفیت غذا خوردن ما ارتباطات خانوادگی ما مرد. ارتباطات زن و شوهری ما را بالاخره بیان میکند در تمام این مقوله ها در تمام این زمینه ها برای ما دستور العمل داره اگر ما دقیقه وقت داریم بله. و جملات بله. اگر ما بتوانیم به این الگو به این سبکه که در زیست مؤمنانه در زمینه ارتباطات اجتماعی در زمینه ارتباطات خانوادگی حتی در زمینه ارتباطات بالاخره زن و شوهری برای ما بیان کرده است ما پایبندی نشان بدهیم و عمل بکنیم قطعا همچنان که روح و روان ما سلامت است جسم و بدن ما هم سالم خواهد بود پس نقش زیست مؤمنانه تنها برای سلامت روح و روان نیست سیست مؤمنانه هم تضمین کننده سلامتی روح و روان ماست هم تضمین کننده سلامتی جسم و بدن ماست این مخصوصا مخصوصا در زندگی دنیایی است بماند این که نقش اساسی که زیست مؤمنانه برای سعادت و کمال ما در جهان آخرت دارد میتواند راهکار را برای شیوه زندگی کردن سعادت مندانه را در جهان آخرت برای ما در جهان امروز ترسیم بکند پس دایره زیست مؤمنانه خیلی یک دایره وسیع است تمام ابعاد زندگی ما را چه زندگی دنیایی ما چه زندگی روحی و روانی ما چه زندگی مادی ما چه زندگی در جهان آخرت ما را تحت پوشش قرار می دهد برای تمام این مجموعه ها الگو داره برای ما سبک بیان میکنه بسیار تشکر است. امیدوار هستیم که با رحم نمود های از اتالی دی سلسله برنامه ها با عنوان زیست مؤمنانه بتوانیم الگوهای من را بازیابی کنیم و انشالله سبک زندگی من هر روز مؤمنانه تر از روز قبل باشه. انشالله. انشالله. که شما را با هم در این جایگاه زیارت کنیم. انشالله. سلامت از شما عزیزان هم تشکر میکنیم نگاه مهربان شما و نفس گرم شما با ما از ابتدای برنامه همراه بود. و این مایه دلگرمی بنده و همکارانم هست همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا دیدار بعد به دعایتان محتاج و به دیدارتان مشتاق <applause>